ذهنم میرسه خدمت عرض میکنم. خب اولا این که میفرمان که مقایسه با خود و مسابقه با خود، این به جهت اینه که یک بحثی من دو سه بار پیش کشیدم، حالا یادم نیست آیا منتشر شده یا منتشر نشده، و اون این که در یک تقسیم بندی کلی ما آدم ها به دو دسته قابل تقسیم به لحاظ روانی، یکی کسانی که من ازش پروی میکنم که اهل موفقیت هم، یکی کسانی که اهل رضایت هم. این یک تقسیم بندی کلی. بعد از که تقسیم بندی رو یک کل توضیح دارم، آخه نکته ای در باب خود این تقسیم بندی خدمتتون عرض میکنم. ببینید یک دسته از ما آدمیان اهل موفقیتی، موفقیت در ترجمه سکسه، سکسس انگلیسی، سکسه فرانسه به کار میبرن، اهل موفقیتی، اهل سکسس. این نوع آدمیان که اهل موفقیت هم خب چهار تا ویژگی دارن. ویژگی اولشون اینه که معمولاً در حالات بهنجار آگاهیشون، مثلا الان که من شما همون در حالات بهنجار آگاهی هستیم، در حالات بهنجار آگاهیشون همیشه ذهنن و نظرن خودشون در حال مقایسه با دیگران میبینن و عملاً هم خودشون در حال مسابقه با دیگران میبینن. بنابراین هر وقت در مقام نظر هم، در مقام نظرورزی هم و دارن فکر میکنن، خودشو در حال مقایسه با دیگران میبینن، مقایسه میکنن خودشو با دیگران، جای من از دیگری یا از دیگرانی چقدر عقب افتادم و چقدر جلو افتادم در قیاس با او، دیگر یا دیگر چه وضع میکنه. در مقام عمل هم خودشو در حال مسابقه با دیگر یا دیگران میبینن و دائما کوشششون، کوشش آگاهانشون معطوف به جلو زدن هایی. این یک ویژگی. بنابراین ویژگی اول رو میشه گفت مقایسه نظری و مسابقه عملی. یه ویژگی دومی هم که در علمه که حالا میدان مسابقه رو و مقایسه رو، یا به تعبیر دقیق تری بگم جهت مقایسه و مسابقه رو چی میدونن، یعنی در چی خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن و خودشون رو با دیگران در حال مسابقه میبینن، معمولا این هفت مطلوب اجتماعی در اینا خودشون رو مقایسه رو میبینن میکنن، مقایسه میکنن. یکی ثروت، یکی قدرت که مراد از قدرت قدرت سیاسیه، یکی حیثیت اجتماعی، یکی جاه و مقام، یکی شهرت، یکی محبوبیت و یکی علم اکادمیک، علم مدرسی، علم مکتبی، علم قیلوغان، علم که از راه کتاب و دفتر و دستک و پیپر و مجله و این چیزها حاصل. حالا ممکنه شما یکی از این هفته رو خودتون در حال مسابقه و مقایسه با دیگر ببینید، ممکنه یکی دو تا از این هفته، یکی سه تا از این هفته، و هرچه این تعداد بیشتر بشه برای کسی که گرفتار اون مقایسه ها و مسابقه هاست و از بدتر میشه، بسیار بدتر میشه. حالا یه وقت هست که من فقط و فقط خودم رو با شما مقایسه میکنم از لحاظ علم اکادمیک فقط، یا از لحاظ ثروت، یا از لحاظ قدرت سیاسی،
خب باز یک حوزه مقایسه دارم و یه حوزه مسابقه دارم. ولی وقتی باش بنا میشه که هم در ثروت، هم در قدرت، هم در علم، هم در فصل حیثیت اجتماعی خودم با شما مقایسه کنم و در حال مسابقه ببینم، خب اینجا من دارم در چهار میدان با افراد دارم مقایسه میشم به دست خودم و مسابقه میدم با فعالیت های خودم. خب بس خیلی خیلی دشوارتر میشه. میدان مسابقه معمولا این هفته است. حالا یکی از این هفته، دو تا از این هفته، سه تا از این هفته و به همین درست. این هم نکته دوم این هست. نکته سومی که در این افراد وجود داره اینه که در این مقایسه هر وقت خودشون رو جلوتر ببینن احساس پیروزی میکنن و هیچ وقت هر وقت خودشون رو عقب افتاده میبینن احساس شکست میکنن. باز اینجور هم نیست که نتیجه مقایسه رو هر دو رو تجربه بدونن، نه که بگم خب اینم تجربه ای، نه احساس شکست و پیروزیشون رو معطوف میکنن به این. به تعبیر دیگری انگار فلسفه زندگیشون همینه که از کی جلو بزنن و از کی عقب بیفتن و بنابراین جلو افتادن رو مرادف میگیرن با پیروزی و عقب افتادن رو معادل میگیرن با شکست. خب متوازن و متعادل و متناسب با این احساس پیروزی و شکست هم خب معلوم احساسات مثبت و احساسات منفیشون هست. متناسب با احساس پیروزی که میکنن، یعنی متناسب با کمیت و کیفیت احساس پیروزی احساسات مثبت دارن و متناسب با کمیت و کیفیت احساس شکست هم احساسات منفی دارن. مثلا وقتی من احساس میکنم از شما که دو دلم شادم، وقتی احساس میکنم از شما عقب افتادم اندوهگینم یا نسبت به شما حسد پیدا میکنم، احساسات من. و واقعا فهرست و جدول همه احساسات و عواطف ما آدمیان رو میشه از لحاظ اینکه وقتی احساس پیروزی میکنیم کدوم از این عارضمون میشه، وقتی احساس شکست میکنیم کدومش آرزو نمیشه، میشه از این لحاظ واقعا فهرست رو دیکی کرد و گفت ما در میان مثلا 85 احساس و عاطفه و هیجانی که داریم واقعا یک طرف احساسات مثبت بودن که به هنگام احساس پیروزی آرزو نمیشن و یک دسته احساسات منفی بودن که به هنگام احساس شکست آرزو نمیشن. به هر حال عقب افتادن و جلو افتادن رو فقط تجربه تلقی نمی‌کنید، بلکه پیروزی یا از اون طرف شکست تلقی می‌کنید. اینم خدمتتون عرض کنم که یک ویژگی و ویژگی چهارم اینا اینه که هویتشون طبعا فقط هویت اجتماعی، از هویت فردی بی‌بهره. چرا؟ چون متر و اندازه شون موفقیت و شکسته و موفقیت و شکست هم فقط کجا معنا داره در واقع به نظر اینا؟ فقط تو ظرف زندگی اجتماعی معنا داره. بنابراین در سر سویدای دلشون اگر ازشون بخواد یه تعریفی از خودشون به دست بدن باید تعریفشون اینجوری باشه: من اونم که از فلانی و فلانی و فلانی و فلانی و فلانی و فلانی جلو هم و از بهمانی و بهمانی و بهمانی و بهمانی و بهمانی و بهمانی هم عقب هست. یعنی هویتشون همیشه یه هویت اجتماعیه، خودشون نمیتونن در تفرد خودشون تعریف کنن، در اندیویدوالیتی خودشون تعریف کنن، همیشه باید خودشون در ظرف زندگی اجتماعی تعریف کنن، چون اصلا همه چیزشون بستگی داره به پیروزی ها و شکستاشون و پیروزی شکستان که در اداد با بقیه شهروندان جامعه شده، بقیه دوستانشون، بقیه نزدیکانشون، بستگانشون، خویشاوندانشون و این هست.
این هویت در واقع هویت کاملا فردی و کاملا جمعی اجتماعی، هویت فردی نزن، یعنی هیچ ویژگی فردی ای نمیتونن به خودشون نسبت بدن، میتونستن از دید خودشون مقفول کردن اون ویژگی های فردی خودشون، فقط دارن خودشون در مقایسه با دیگران تعریف میکنن، بالاخره آیدنتیفیکیشنشون یعنی تعیین هویتشون برای خودشون، تعیین هویتی که فقط در حالت زندگی اجتماعی امکان پذیره، در حالت زندگی اجتماعی فقط میتونن بگن تعریف من این، حد و حصر من این. این یک دو. خب این طبقه به دو جهت زندگی گوارایی نداره. نبید کنید. یک جهتش جهت نظریه و جهت دیگرش جهت عملی. به این دو جهت همیشه ترخکامن، همیشه ناکامن. یک جهت نظری و یک جهت عملی. جهت نظریش اینه که اصلا این مسابقه و مقایسه که بر خود رو تصویر میکنن این اصلا مبنای نادرسته و چون مبنای نادرسته نظری داره این هیچ وقت نمیتونه اونها رو کامروا به نظر خودش جد بگیره. خب حالا اون مبنای نادرست چیه؟ اینه که ببینید فرض کنید مسابقه ورزشی هست که توی مسابقه وقتی که مثلا مسابقه دو وقتی توی مسابقه ورزشی یعنی توی دو وقتی سوت مثلا داور به صدا در میاد برای که ما شروع کنیم بلگه بیدن، خب همه ما که اینجا هستیم همه اون پارمون روی یک خط باشه، درسته؟ دقیقا از یک نقطه همه ما جمع شروع کنیم بلگه بیدن. اگر اینجور باشه وسط‌های مسابقه که داریم می‌دویم من اگر به عقب سرم نگاه کردم و تعدادی از شما رو عقب سر خودم دیدم میتونم بگم که من از شما جلو افتادم، درسته؟ و به جلو هم که نگاه می‌کنم تعدادی از شما رو جلو می‌بینم از خودم میتونم بگم من از اینها عقب افتادم. نیست هممون از یک نقطه راه افتاده این وقت میتونه آدم تو مسابقه نگاه بکنه به پشت سریاش بگه به زبان حال یا قال بگه این پشت سریا من از شما جلو زدم و از اون طرف هم میتونه به جلو سریهاش نگاه بکنه و به اونا بگه که من از شما عقب افتادم. واقعا درسته. اما حالا فرض کنید یه مسابقه باشه که وقتی صوت آغاز مسابقه به صدا در میاد یکی اینجا باشه، یکی 500 متر جلوتر باشه، یکی 3 کیلومتر جلوتر باشه، یکی یک فرسخ عقبتر باشه، یکی 5 فرسخ عقبتر باشه، یکی 200 متر جلوتر، یکی 100 متر عقبتر، هر کسی در یک جایی وایستاده و شروع میکنن به دویدن. خب اینجا اگر شما وسط مسابقه به پشت سریاتون نگاه کردید و دیدید چیا پشت سرتونن، آیا میتونید بگید به پشت سریاتون به زبان حال یا قال میتونید بگید من از شما جلو زدم؟ نه، نمیتونید بگید، درسته؟ به همین ترتیب جلویاتون رو میتونید بگید من از شما عقب افتادم؟ نه، چون از جای واحدی که ماها شروع نکردید به حرکت هر کدوم از یه جا رو افتادیم. ممکنه شما پشت سر من دیدا الان تو وسط های مسابقه ولی در واقع سه برابر از من پیروزمندتری و ممکنه یه کسی جلوی من باشه
خیلی هم از من جلوتر باشه ولی در واقع از من عقب افتاده. چرا؟ چون اینکه جلوتر از منه از اول هم 7 کیلومتر از من جلوتر بوده و شده مسابقه. خب حالا 2 کیلومتر از من جلوتره، تازه من 5 کیلومتر چی هستم در واقع؟ فاصله رو با اون کم کردم. این مسابقه چون از جاهای مختلفی آغازگاه مسابقه بوده و این مسابقه مبنای نظری مقایسش غلط، هیچ کس رو با هیچ کس نمیشه مقایسه. توجه بکنید، یعنی ممکنه کسی 10 کیلومتر از شما عقب‌تره ولی 3 برابر فی‌الواقع پیروزتر از شما است، یه کسی هم 10 کیلومتر از شما جلوتره ولی فی‌الواقع 10 برابر از شما شکست خورده تره، چون از جاهای مختلف آمده. بنابراین در این مسابقه اون چیزی که مشکل زاست اینه که اصلا ما متری برای اندازه گیری پیشرفت یا پسرفت یا به تعبیر دیگری پیش افتادگی و عقب ماندگی نداریم. متری، سنجه‌ای، معیاری، محکی نداریم برای اینکه بفهمیم کی جلو افتاده و کی عقب افتاده. انا بیکنیم. حالا ما کدوممون مسابقه‌مون از کدوم قسمه؟ هممون از قسم دوم دیگه. درسته؟ چون ما وقتی پا به عرصه دنیا گذاشته ایم از هر 5 جهت در جاهای مختلف ایستاده بوده ایم، از جهت جسمانی، از جهت ذهنی، از جهت روانی، از جهت اخلاقی و از جهت اجتماعی. ما از هر 5 جهت در جاهای مختلفی ایستاده ایم. شما که مدیریت دارید یکی هم معمول کنید که پذیرایی کنید. پذیرایی کردم دیگه استاد. نه چی میگه؟ راحت باشین شما استاد. اینجوری تمرکز به هم میخوره، همون چایی که فرد میده. گفتم تحکم و استقلال داشتم. حالا اگه برای بعضی تمرکز هم نه تحکم استاد. هر سه سنت که تمرکز ما رو میگفتن نه شما. عرض کنم که سریعا یه مفهومی درستی کنم. خب ما از لحاظ جسمی مثلا وقتی به دنیا میام از نقطه واحدی شروع نمی کنیم. شما میتونید که 3 تا ویژگی مثبت جسم آدمی، اول سلامت، دوم نیرومندیه و سوم زیبایی. ما از وقتی به دنیا میام هم به لحاظ سلامت جسمانیمون، هم به لحاظ نیرومندی جسمانیمون، هم به لحاظ زیبایی جسمانیمون خیلی با هم فرق میکنه. حتی جالب اینه که مثلا دندونهای شیری بچه ها 4-5 سال بعد از در اومدنش میریزه، ولی با این همه شما بچه تون برید پیش پزشک اطفال تا نگاه به 2 تا از این دندونهای شیریش میکنه میگه خانم بچه تون دندونهای محکمی خواهد داشت. اون که این دندون میفته ها میریزه، از همین الان میتونه بفهمه که دندونای دائمش هم که بعد از 6 سالگی پدید میاد اینا محکم. راجع میکنید. اما مثلا بچه رو میبرید که پزشک اطفال نگاه میکنه میگه این خانم این بچه‌تون اساساً 25 سال نشده، تمام دندوناش میپوسن و میریزن و این دندونش اصلا استخوان دندانش، جنس دندانش جنس خوبی نیست. از همون روز اول ما سلامت جسمانی رو با هم فرق بکنیم، نیرومندی جسمانیمون با هم فرق بکنه و زیبایی جسمانیمون با هم فرق. این 3 تا ویژگی مثبتی که ویژگی جسم آدمیه اینا ما از این لحاظ با هم فرق بکنیم. به لحاظ ذهنی با هم فرق بکنیم. ما از اول کودکیمون، از همون روزهای اول کودکی آدم های متبهر مثلا مادر بزرگا پدر بزرگا نگاه بچه میکنن ویژگی های ذهنیشو پیش بینی میکنن. من خودم در مورد مثلا بچه های خودم واقعا موارد عدیده ای رو که از مادر خودم یا مادر خانومم میشنیدم همش درست در میدم. مثلا از اول معلومه که بچه به لحاظ ویژگی های مثبت ذهنیش، یعنی به لحاظ قدرت یادگیری، قدرت یاد سپاری، قدرت یاد آوری، قدرت تفکر، عمق فهم،
دقت کنید، سرعت انتقال، قدرت استنتاج سریع و قدرت حدس. حالا امروز که یه چیزی به نام آیکیو رو هم طرح میکنن به نام هوشبر، ما از لحاظ این ویژگی های هفت هشتگانه ذهنی هم با هم متفاوتیم، از اول با هم فرق میکنیم. ویژگی های ذهنی، ویژگی های روانی مون، بچه ها به لحاظ این که چقدر شجاعن یا ترسو از اول معلوم که این بچه چقدر پردله، دلیره، دلاوره و چقدر پردل و ترسوه، چقدر ماجراجوه، توجه میکنیم، و چقدر نه امنیت طلب و عافیت طلب و محافظه کار و یواش برم یواش بیام که گربه شاخم نزنه و اینجوریه. آدم ها واقعا به لحاظ ماجراجویشون یا عافیت طلبیشون، به لحاظ محافظه کاریشون یا طالب تغییر وضع بودنشون، به لحاظ ریاست طلبیشون، سه تا بچه مهد کودکی رو، چهار تا بچه کودکستانی رو باید یه پاک بگید برن بازه. بعد از یه مدت میبینید یکیشون رئیس شد، میگه تو مثلا بهرام برو اونجا، تو شهین اینجا باش، مریم تو یکم یه جلوتر. اصلا از اول معلوم این توانایی مدیریت داشت قدید، توجه میکنید. اما یه بچه هم هست هی خود چه عقب میکشه که اگر تصمیم گرفته شد او اجرا کنه، اما هیچ وقت خودش در موضع تصمیم گیری قرار خود چه نمیده. لطف میکنید، این خیلی محسوسه که بچه های هستن تا میبینن یک کسی، یکی از بزرگترها نگاهش روی این فوکوس شده، انگار یه احساس ترس میکنه، هی خود چه عقب عقب میبره که بره تو سایه روشن جمعیت بچه ها قرار بگیره. یه بچه هم هست تا احساس میکنه که نگاهش میکنن باز یه گردنی برمیافرازه و سینه جلو میدازه برای اینکه بیشتر خودش رو نشون بده که این منم پیده. این ویژگی روانی فرق میکنه، ویژگی مدیریتی عجیب بچه ها با هم متفاوتن. تو ویژگی مدیریتی پنهان میکنیم ویژگی های ساختن به چیز کم و با همون دل خود رو خوش کردن، و بچه هایی که هر چیزی به سرعت از چشمشون میفته و باز یه چیز جدیدی میخوان. یه بچه هم هست که تا مدت ها با یه چیزی خودش رو سرگرم میکنه، میتونه با داشته خودش تنوع به زندگی خودش بده. به جوی اخلاقی هم که خیلی متفاوته، تو ما آدمیان از وقتی به دنیا میایی ما حالا غیر از اون بیشگاهی که بعدا خودمون ممکنه، به جوی اخلاقی متفاوت داریم. بچه ای هست که از باور کنید 10-15 روزه مشتش همیشه اینجوری بود و میگن این خیلی بعد از این ناخون خشک و خدا به دارتون برسه، ترجمه کنید خیلی ناخون خشک و ممسک و بخیله، و من دیدم این رو تجربه نمیدونم، این مشش این دیگه نمیخواید دست رو یره کنه رها کنه. یه بچه هم هست که نه، شما 2 سال بعدش هم همین بچه ها رو با هم مقایسه میکنید، یه هرچی بهش میدید اول میده به بقیه، توجه میکنی؟ حالا بعد این بقیه که یه چیز بشدار خودش هم میکنه ندازم بیش. یکی هم هست که همه اینا رو زیر دامن خودش و زیر لباس خودش مخفی میکنه که اصلا نبینند. و این میشه که اخلاقی متفاوت، یعنی واقعا میزان بخل و زنت و امساکش و دستوری و سخا و دست و دلبازی و گشای دستشون آدم میان خیلی با هم فرق میکنه، خیلی متفاوت. و بقیه ویژگی ها اصلا بعضی بچه ها اصلا نمیتونن دروغ بگن، وقتی هم اوضاع و احوال مجبورشون کنه به دروغ بگن یه جور دروغ بگن که زار میزنه وجودشون که آقا من دارم دروغ بگن، نمیتون. و یه آدم میان اصلا مثل این که عجینه وجودش با دروغ گفتن، و دروغ صریح رو چنان میگه که شما به زبان بدنش که نگاه کنید، به چشم و حرف و سکرانش میگید این واقعا داره میگید. خب معلومه اون وجود اولیه با دروغ ناسازه، دروغ هم که مجبور میشه بگه، مثل همون که میگه که بابام خونه نیستن گفته باشن نه بگو من نیستم، اینجوری هم در واقع متفاوت.
و اما ویژگی اجتماعی مون هم ویژگی دسته پنجم مون هم خیلی با هم فرق می‌کنه. به داخلش ما در خانواده مرفه به دنیا اومدی، من در خانواده فقیر، شما پدر فقیرتی دارید، مادر فقیرتی دارید، پدرتون استاد دانشگاهه، مادرتون عرض کنم پزشکه، نمیدونم من در خانواده که پدرم معتاد بوده، مادرم فرض کنید که بی سواد بوده، نفی کنید. بعد محله‌ای که شما درش به دنیا اومدید با محله‌ای که من درش به دنیا اومدم و معلمان مربیانی که شما باشون سر و کار پیدا کرده اید، من معلمان مربیانی که باشون سر و کار پیدا کردم، من تو کوچه با کیا بازی میکردم، شما با کیا بازی میکرده اید، اینا همشون شخصیت و منش ما اثر داره. و خب معلومه کسی که در اصلا چش باز کرده در من کتاب چش باز کرده این فرق میکنه با اینکه تنها کتابی که تو خونهشون بوده مثلا فرض کنید دیوان حافظ بوده اگه کسی داشته باز میکرده. حالیم که یه آدمی که اصلا اونسش با کتابه، خب این معلومه فرق میکنه با کسی که اصلا به اونش کتاب ندیده بوده. به حال اینا مضاحل اجتماعی، حالا چه اوضاع و احوال اجتماعی به لحاظ نهاد خانواده، چه اوضاع و احوال اجتماعی به لحاظ نهاد اقتصاد، چه اوضاع و احوال اجتماعی به لحاظ نهاد سیاست، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد حقوق، نهاد اخلاق، نهاد دین و مذهب، ما در از مورد همه این شش قسم وضع متفاوتی به دنیا میایم دیگه. من مسلمان شیعه به دنیا میام، ایشون مسلمان سنی به دنیا میام، یکی مسیحی به دنیا میام، یکی یهودی، یکی هر دین مذهبی هر چیزی. خب اینا باعث میشه که ما روز اول که سوت رو به صدا در میارن یه جوای نساده ایم، هر خدا یه گوشه وایساده ایم. این مبنای نظری غلط باعث میشه که شما نه هیچ وقت احساس پیروزیاتون درسته، نه احساس شکسته. جایی که باید احساس شکست بکنید دارید احساس چی میکنید؟ پیروزی. جایی که احساس پیروزی باید بکنید احساس شکست دارید میکنید، چون اصلا حواستون نیست که کی از کجا راه افتاده. شما غافلید از اینکه حافظه و آی کیو چه تأثیر عظیمی رو زندگی آدم دارن. یکی هوشبخت آدم و یکی حافظه آدم چه تأثیر عظیمی دارن. و فرق است با کسی که یک غزل رو یه بار میخونه حفظ میشه و کسی که دو بار میخونه حفظ میشه و کسی که سه بار میخونه حفظ میشه و کسی که هم دو صورتش هم یادش میاد. نوازش میکنید این حافظه ها چقدر در موفقیت اجتماعی تأثیر دارن دیگه. و به همین ترتیب هوشبهر آدم آی کیو 70 حسش اینه که با آی کیو 140 70 تا فرق میکنه، ولی فاصله کهکشانی کسی که آی کیوش 70 با کسی آی کیو 140. بخاطر من چجوری خودم با آی کیو 70 مقایسه کنم با ایشون تا آی کیو 140 دارم؟ من هر وقت با ایشون خودم مقایسه میکنم خودمو شکست خورده میبینم، با اینکه چه بسا من در واقع نسبت به ایشون چی ام؟ پیروزم. چون من با آی کیو از میکنم که 70 از کجا رسیدم به کجا، ایشون با آی کیو 140 از کجا رسیدم به کجا. این مثل که روی نردبانی از اول من رو پله سوم نشستم، شما رو پله هفدهم از اولش. حالا شما رفته ای سه پله بالاتر، رو پله چندمی؟ بیستم. من 10 پله رفتم بالاتر، رو پله سیزدهم. ولی رو پله سیزدهم بازم فکر میکنم نسبت به شما که رو پله بیستمی عقبم. با اینکه نه بابا، من از 3 به 10 رسیدم، 7 پله اومدم بالا، ایشون از 17 تازه رسیدن به 3 پله اومدن بالا. بنابراین نه احساس شکست همون احساس درستیه، نه احساس پیروزی همون، چون ما با کی از یه نقطه راه افتاده ایم و بتونیم خود مقایسه. این مسئله نظریه. اما مشکل عملی هم این طرز زندگی داره و اون این که چون نه فقط فوق کل ذی علم علیم بلکه فوق کل قادر علی قدیری هست و فوق هر کسی که حیثیت اجتماعی هم داره یه حیثیت اجتماعی بیشتری هم وجود داره، شما به هر جا میرسید یه بار دست دیگه هم دارید. دید بعضی کوها اینجوریه که آدم فکر میکنه این قله است، میگه خب دیگه رفتیم به قله رسید، چون پشت آدم نمیبینه تا که میره رو سر قله قرار میگیره میبینه این طرف اون طرف سر یه قله دیگه هست که 300 متر بالاتره، باز آدم باید راه بیفته تا اون قله رو فتح کنه. و چون باز تو پرسپکتیوش نیست نمیبینه، باز میگه خب حالا این قله رو فتح کنه، بعد قله رو رو سرش قرار میگه قله بالاتری میزه.
این زندگی همیشه اینجوری. شما میگید که اگر من ببین من استاد دانشگاه هاروارد بشم دیگه از لحاظ حیثیت اکادمیک علم دانشگاهی، بعد این استاد دانشگاه هاروارد میشین، اول استاد دانشگاه هاروارد هم با استاد دانشگاه هاروارد تفاوتش تومنی در تومنی. من استاد دانشگاه هاروارد شدم، ایشون استاد دانشگاه هاروارد هم همون ها شاگرد ایشون هم به حساب نمیدن. بعد حالا استاد دانشگاه هاروارد هم شدم، تراز اول هم شدم، تا اینکه نوبل بگیرم خیلی فاصله هست. هر استاد دانشگاه هاروارد هم که نوبل نمیگیره، راجعه میتونی تو کل تاریخ دانشگاه هاروارد 5 نوبلیست داره، بقیه شون که از جاهای دیگه بودن. پس معلومه دانشگاه هاروارد هم خیلی مهم نیست. خب حالا نوبل هم که بگیرن، مگه همه نوبلیست آینشتاین هم؟ بعد آینشتاین هم نوبل گرفته نت میکنید؟ ولی خب همه نوبلیستان که آینشتاین نیستن. حالا این از لحاظ علمی شه، از لحاظ قدرت سیاسی هرچی میرید بالاتر، این که بالاتر شما هست، بالاتر میرید، این بالاتر شما هست، بالاتر میرید، بالاتر شما هست، توجه میکنید؟ و اگه اون بالای هم رفتید، حالا فرض میکنم که رفتید رئیس جمهور آمریکا هم شدید، میگید خب آدم رئیس جمهور آمریکا و روسیه با هم باشه دیگه این بهتر از این فقط رئیس جمهور آمریکا باشه دیگه، توجه میکنید؟ این کجاست که آدم میتونه بگه من دیگه راضیم؟ هر که میرین ای قله بالا سر شما قد برافراشته و هیچ، این مسابقه ادامه داره تا وقتی که بشین صاف برید تو قره. عرض کنم که حالا جهنم بگم یا بگم جهنم معمولا، ولی خب حالا بکار بودش ندارم، یعنی ته نداریم داستان. سلام اینه که شما همیشه تلخ کاری واقعا، چون هر درجه از ثروت که برسید یه دو تا قول ثروت بالاتر از شما هستن و به همین درد. اینه که مشکل عملی هم داریم. خب این یک طرزه، یه طرز زندگی دومی هست که سونی که اهل رضایت هم نه اهل موفقیت. کسانی که اهل رضایت و موفقیت هم باز اینا هم چهار تا ویژگی دارن. ویژگی اولشون اینه که خودشون در حال مقایسه و مسابقه با خودشون میدونن، نه در حال مقایسه و مسابقه با دیگران. خودشون رو همیشه دارن مقایسه میکنن با خودشون در برهه‌های زمانی گذشته. حالا یه وقت امروز هم با دیروز مقایسه میکنن، یه وقت امسال هم با سال گذشته مقایسه میکنن، یک بار هم دهه پنجم زندگی و دهه چهارم و دهه دوم رو اینا مقایسه میکنن. بنابراین مقایسه در کار هست، مسابقه در کار هست، ولی فقط و فقط خودم رو با خودم مقایسه میکنم. اصلا کاری ندارم شما کجایی؟ کجا دارید میرید؟ ثروتتون چقدر شده؟ قدرتتون چقدره؟ تو پسر خاله منی، از من جلو زدی به عقب افتادی، دختر خاله منی، یاد میکنم با جناق منی، برادر منی، خواهر منی، دوست منی، من کار بینه ندارم، هر جا میخواید برید برید. من دارم خودم رو با خودم مقایسه میکنم و با خودم هم در حال مسابقه هم. و مراد همیشه خودهای پیشینه. حالا خود امروز با خود دیروز، یا خود این ماه با خود ماه گذشته، خود این هفته با خود هفته گذشته، و به همین ترتیب فصل و سال و دهه های عمر. این ویژگی اولشون. و بنابراین اصلا توجهشون به بیرون نیست که برادرم چه کار کرد، خواهرم به کجا رسید، شوهر خواهرم چی شده، زن برادرم به کجا رسید، از کار به حرفا ندارم. این ویژگی اولشون. میشه که دومی هم که هست اینه که حوزه مقایسه و مسابقه را، این حوزه را که این حوزه چه حوزه ایه، مطلوب های روانشناختی قرار میده، نه مطلوب های اجتماعی هفتگانه که گفتم که مطلوب های
جمع بودن. اینا مطلوب‌های انفرادی رو، یعنی مطلوب‌های جامعه شناختی می‌ذارن کنار، مطلوب‌های روان شناختی رو بجاش می‌گیرن. یعنی مطلوب‌های اجتماعی و جمعی براشون مهم نیست. یعنی می‌خوان ببینن نسبت به قبل آرامششون بیشتره یا کمتره. نفهمید؟ شادترن یا ناشادترن؟ امیدوارترن یا بی امیدترن؟ رضایتشون از خودشون، رضایت باطنیشون، رضایت خاطرشون از خودشون بیشتر شده یا کمتر شده؟ زندگیشون الان احساس میکنن ارزشمندتر از قبله یا فاقد ارزشتر از قبله؟ مطلوبهای روانشناختی در نظر میگیرن. حالا من از این مطلوبها 5 تاشو گفتم، چون در باب این مطلوبها اختلاف نظر فراوان وجود داره بین روانشناسان، ولی من 5 تاشو گفتم که بیشتر مورد اجماعه روانشناسان و روان درمانگرانه، که اینا مهمه که آدم چقدر آرامش داشته باشه یا آرامش نداشته باشه، چقدر شاد باشه یا شاد نباشه، چقدر امیدوار باشه یا امیدوار نباشه، چقدر رضایت باطن و رضایت از خود داشته باشه یا دائم دستخوش نزاع با خود، کشتی گرفتن با خود، سرزنش و نکوهش خود، ملامتگری خود و خود رو زمین زدن، بلند شدن، باز با خود کشتی گرفتن، طعن و لعن کردن به خود، چجوری باشه؟ یا نه، رضایت باطن داره به تعبیر عیسی با خودش در صلح. این صلح با خود، با خودش آشتی داشته و یکم چقدر زندگیش ارزشمنده. در اینا دارن خودشونو با گذشتهشون مقایسه میکنن که من چقدر نسبت به گذشته آرامش هم بیشتر شده، شادی بیشتر شده و ارزاده داره. این هم ویژگی دومشونه که حوزه های مقایسه خودشون با خودهای قبلیشون هم این 5 تا حوزه یا انتا حوزه، حالا مسامحتا میگیم پنج. سوم ویژگی این افراد اینه که اگر خودشون رو در این مقایسه و مسابقه جلو رفته تر ببینن، خب معمولا احساسات مثبت بهشون دست میده. اگه جلو رفته تر ببینن نسبت به خود 500 بعد گذشته شون، و اگر نه ببینن جلو رفته تر نیستن، درجا زدن یا حتی شکست خوردن، ببخشید میگم شکست خوردن، عقب افتادن، وقت در اینجا هم باز دو تا، چون خودشونن و تسلط به خودشون دارن و علم و احاطه ادراکی به خودشون دارن، دو تا شق اصلا تمیز میدن. آیا این عقب افتادگی طبیعی بوده؟ میبایدم عقب میافتادم یا نه؟ یه وقت از عقب افتادگی من طبیعیه، میباید عقب میافتادم، یعنی من از لحاظ اعمال ارادی هیچ گونه تقصیری و قصوری نداشتم، اساسا باید عقب میافتادم. حالا یه مثالی بیرون از این حوزه بزنم، من الان حافظم نسبت به مثلا 20 سال قبل خب خیلی ضعیفه، اما این به طبیعی یک امر، اون مقدارش که کندی حافظم به خاطر سن نمه، اون دیگه طبیعی هم، یعنی البته حافظه مورد بحث من نبود، میگم از بابت مثال میخواستم میگم بعضی طبیعیه. خب اگه طبیعیه، اینجاست که آدم باید رضا و تسلیم پیدا میکنه، آدم راضی هم تسلیم هم. میگم بعد عقب افتاده این نسبت به 5 سال گذشته، 20 سال گذشته شکی نداره، یا درجا زده این، ولی رضا و تسلیم. و اگر دیدن نه عقب افتادن یا درجا زدن و میتونستن عقب نیفتن، میتونستن درجا نزنن، اون وقت یه عزم جزمی درشون پدید میاد برای اینکه این عقب افتادگی رو جبران کنن. بنابراین هر سه تا حالت روی هم رفته با سلامت روانیشون سازگار، هم وقتی که شادن از جلو افتادنشون، هم وقتی که رضا و تسلیم دارن نسبت به عقب افتادگی های طبیعی و تکوینیشون، و هم وقتی که جد و جهد دارن و عزم جزم دارن و اراده قوی دارن برای جبران کردن. هیچ کدام حال روانی نامطلوبی ندارن. بنابراین اینا ویژگی سومشون. ویژگی چهارمشون هم اینه که تعریفشون از خود معمولا تعریف اجتماعی راجع میکنید. شما دیدید که وقتی کسی از تو میخواد که خودتون رو تعریف کنید، میگید من رئیس فلان اداره هم،
دانشجو دوره دکتری فلان دانشگاه هم همین طلبای اجتماعی راجع می‌کنید و عرض کنم که پدر فلان کس هم، همسر فلان کس هم، فرزند فلان کس هم اینات می‌کنید و از خانواده فلان بلند شدم و عضو حزب فلان هم در مسائل سیاسی هویت جمعی رو به کار می‌برم. اینا معمولا هیچ وقت هویت جمعی تعریفشون بزرگ نیست، اصلا از چشمشون هویت جمعی میفته، با اینکه بالاخره اینم یه پدریه یا یه مادریه ها، این آدم هم دیگه، اینم فرزند کسانیه، اینم احیانا پدر یا مادر کسانیه، ولی اصلا اینه در چشمش بزرگ نیست. همیشه تعریفش از خودش یه تعریف کاملا اندیویدوال و فردیه، یعنی خودشو از لحاظ ممبرشیپ و از لحاظ عضویت تعریف نمیکنه، از لحاظ فردیت تعریف میکنه. این که من ممبرشیپ نسبت به چه گروهایی دارم، این براش مهم نیست که عضویت در چه گروهایی دارم، عضو دکترادارهای مجموعه دکترادارهای ایرانم، عضو مجموعه فیلسوفان ایرانم، عضو مجموعه اساتید دانشگاه ایرانم، عضو مجموعه شطرنج بازان ایرانم، عضو مجموعه کوهنوردان ایرانم، اینا اصلا براش مهم نیست. مهم اینه که خودش در ایندیویدوالیته خودش چی، اینه که هویتشون هویت فرد. این تا اینجا روشنه. گفتم که این تقسیم بندی کلی وجود داره، ولی گفتم که تموم شد بهتون عرض می‌کنم. این تقسیم بندی رو آدم همیشه در مقام تدریس خودتون می‌بینید، یکی از شگفت‌های موفق تدریس اینه که آدم آنچه را می‌خواد در حالت اکستریم طرح بکنه، راجع می‌کنید بعد بچه‌ها بگه البته این اکستریم رو طرح کردم برای اینکه تفاوت این دو دسته رو خوب متوجه بشی، ولی حالا می‌خوام بگم فعل واقع این اکستریم در حالت عادی وجود نداره. مثلا دیدید که مثلا وقتی فیزیک می‌خوام به ما یاد بدن، مثلا سطوح شیب‌دار رو می‌خوام به ما یاد بدن، میگن مقاومت هوا رو صفر بگیری، اصطکاک سطح رو هم صفر بگیری تا بتونیم قوانین حرکت روی سطح شیب‌دار رو بهتون یاد بدیم. بعد که خوب به ما یاد دادن، بعد میگن البته همیشه در برابر این شیء که در سطح شیب‌دار حرکت می‌کنه، هم اصطکاک خود سطح مقاومتی داره و هم هوا مقاومتی داره. ولی خب بالاخره نیوتن باید فرض بگیریم نیست تا بتونیم قوانین حرکت به سطح شیب‌دار یاد بگیریم. حالا میخوام عرض بکنم که این دو تا حالت که گفتم جز در انسان‌های کمی اینجور نیست که همه یا این باشن یا بله، انسان‌های کمی هستن که بعض از زمانشناسان تا 8% هم بکنن که یا فقط اهل موفقیت هم مشخص هم. فقط اهل موفقیت یا فقط اهل چی هم در واقع رضا، ولی ما معمولا هممون مخلوطی از هر دو هستیم. ولی باز وقتی مخلوطی از هر دو هستیم، من باز میشه فهمید که فعل واقع به اردوگاه اول تعلق داریم به اردوگاه دوم. کی میشه فهمید؟ وقتی که این در وسط یه دوراهی قرار بگیریم که رضایت اقتضای یک کار رو میکنه، موفقیت اقتضای یک کار دیگه رو، و خب ببینیم کدوم رو کدوم ترجیح میدیم. من به من گفتن که تو بیایی شهادت دروغ تو دادگاهی به فرزن و 500 میلیون تومن هم بده. موفقیت میگه برو شهادت دروغ رو بده، چون 500 میلیون تومن یکی از اون عناصری که تو مقایسه ها هست. اما رضایت به من میگه شهادت دروغ رو نده، چون آرامش رو از دست میدی. این که کدوم رو براتونم ترجیح میدم حالا معلوم میکنه که من بالمعال بالاخره به اردوگاه موفقیت یا به اردوگاه رضایت تعلق خاطر دارم. وگرنه ما معمولا مخلوطی از هر دو هستیم. تو تعارض ها خوب معلوم میکنیم که فعل واقع کجایی هستیم، و خب این البته تو زندگی همه ما پیش اومده که اگر رضایت رو میخواستیم باید راهی در پیش میگرفتیم، موفقیت رو میخواستیم راه دیگری باید در پیش میگرفتیم، و اومدیم حالا یا رضایت رو بر موفقیت یا موفقیت بر رضایت بجهان دادیم. این دومین زندگی، پس این نکته ای که میخواستم راجع به تقسیم بندی، این دومین زندگی به لحاظ روان سنجی و ارزش داوری های روان شناختی، این زندگی دوم اصلا قابل قیاس است با زندگی اول. بسیار زندگی توصیه شدنی تریه، توصیه کردنی تریه، اگه ما بتونیم اهل رضایت بشیم. نتون کنید و همه کسانی که فرزانه به حسابشون آوردیم تو تاریخ،
همه عرفا، اکثر بنیانگذاران ادیان و مذاهب، اکثر کسانی که یک نوع سنجیدگی و پختگی در زندگیشون هست، اینا معمولاً اهل رضایت. شما هیچ وقت نمیتونید مثلا داستان رو شما بگم میخوام دو قصه یه فرزانه براتون نقل بکنم، بعد وسطای داستان بگم که این همیشه چشمش به ملک همسایه بغل دستش بود. گفتید آقا وقت میرم دیگه آقا شما گفتید فرزانه، چه فرزانه ایه؟ چرا؟ چون تو شاکله ذهنیتون هست که فرزانگان اصلا کاری به مقایسه و مسابقه با دیگران ندارن. این پارادوکسیکالی که این فرزانه بود و همش طمع به ملک بغل دستیش داشت. از توجه میکنید معمولا همه فرزانگان، همه عرفا، اکثر بنیانگذاران ادیان و مذاهب و همه آدم های سنجیده کار اینا واقعا اهل ایده هست. هر چه ما بتونیم سمت و سو بدیم خودمون رو با کارهای آگاهانمون، با اعمال ارادیمون به طرف این که بریم به طرف اهل رضایت، خب این زندگی برای اون زندگیه با سلامت روانی سازگارتره، یک با فضیلت اخلاقی سازگارتره، دو و زندگی خوشتر میگذره، سه این سه تا ویژگی بریم. هر چی بیشتر اهل رضایت بشیم هم سلامت روانی بیشتری پیدا میکنیم، هم فضیلت اخلاقی بیشتری پیدا میکنیم و هم خوشتر زندگی میکنیم. زندگیمون برای خودمون خوشتری، خوشایندتری. این تا اینجا مقدمه بود. حالا میخوایم به مقدمه پردازیم. حالا پردازم به سوال صالحی و دیگه این قسمت زن مقدمه رو کلا سرش میذارم. عرض کنم که حالا بحث بر سر اینست که اهل مقایسه با خودمون باشیم، اهل مسابقه با خودمون باشیم. خب برای این کار واقعا چهار تا چیز به نظر میاد لازم. اولا تعیین یک نظام ارزشی دقیق بدن باید بر خودش داشته باشه که چیا برای تو ارزشمندن. نگاه میکنی تا بتونی بفهمی که آیا الان جلو داری میری که رضایت باطن از خودت داشته باشی یا داری عقب میفتی که رضایت باطن از خودت نداشته باشی. نگاه میکنی یه نظام ارزشی هر کسی میخواد. این نظام ارزشی من خودم به نظرم میاد که در عین اینکه به ویژگی های شخصیتی و منشی ما مربوط میشه و ممکن نظام ارزشی من با نظام ارزشی آقا و نظام ارزشی خانم فرق بکنه، ولی من خودم فکر میکنم ما انسان ها در بنیادمون به جهت اون حیث انسانی مشترکمون یه چیزهایی برای هرامون علال قاعده ارزشمند و روی چیزهای دیگه هست که وفاقی وجود نداره. و حالا این از نظر خود منه، با اینکه خب بعضی هم با این نظر مخالفن و معتقدن واقعا نظام ارزشی انسانها به تعدد انسانها متعدده، ولی من در این حال که معتقدم که عواملی که تشکیل میدن شخصیت و منش مرا چون متفاوتن با عواملی که تشکیل میدن شخصیت و منش آقا یا خانم رو، نظام ارزشیمون هم با هم متفاوته. بالاخره ما امور ژنتیکمون با هم متفاوته، یک تعلیم و تربیتمون مخصوصا تعلیم و تربیت دوران کودکیمون با هم متفاوته، دو نتون کنیم سن ما با هم متفاوته، سه مثلا من خودم در 20 سالگی فرق میکنم با الان که 60 سالم ده با اینکه یادم هم هستم، ولی وقتی سنم تأثیر میذاره، خب این آمدم تو شخصیت اومده شمن تأثیر میذاره. بعد تجارب و توانایی های ذهنی ما آدمیان هم با هم متفاوته، اونم اثر میذاره. سنخ روانی ما متفاوته، اونم اثر میذاره. این عوامل پنجگانه شخصیت و منش من شما رو با هم متفاوت میکنه.
و چون ما به حسب ژنتیک و به حسب تعلیم و تربیت و به حسب سن و به حسب تجارب و توانایی‌های ذهنی و به حسب صنف روانی با هم فرق می‌کنیم، خب نظام ارزشی واحدی نداریم و مطلوب هم نیست که بگیم آقا همه‌تون بیاید از فلانی نظام ارزشی بگیریم، اصلا مطلوب نیست. ولی من خودم شخصا معتقدم در بون و بنیاد در یکی دو تا سه تا چیز ما آدمیان بالاخره مشترکیم. اگه خوب در خودمون تعمق بکنیم ببینیم فلان چیز برای هممون ارزشمند، بهمان چیز برای هممون ارزشمند، ولی خب در بقیه نه، با هم فرق میکنیم. حالا اون فلان و بهمان که مشترکن چیه؟ خب من خودم افلاطون میام در اینجا، من میگم حقیقت و خیر و جمال رو همه دوست دارم. ممکنه کسی بودایی باشه از این لحاظ، ملاحظه میکنیم دیدگاه های متفاوت وجود داره. خود من هر چه تعمق میکنم ببینم در حقیقت و خیر و جمال اون سه تا چیزی هم که همه ما آدمیان به معال حقیقت رو و خیر رو و جمال رو برایش ارزش خواهد. خب بنابراین کار اول به هر حال اینه که ما یه نظام ارزشی تا متر ما باشه برای مقایسه کردن خودمون با گذشته های خودمون، بتونیم با یه متر خودمون رو بسنجیم و بگیم من جلو افتادم از خودم، عقب افتادم. اینو میخوایم، این نظام ارزشی. که این نظام ارزشی حالا اگه من درست بگم یکی دو تا سه تا مؤلفه‌اش که به نظر من سه تا مؤلفه‌اش مشترک میفته در همه آدمیان، ولی مؤلفه‌های کمتر و کمتر و کمتری هم هست که اینا دیگه مشترک نیست، مثلا ایشون ممکنه با من متفاوت باشن، من با دیگری متفاوت باشم. مثلا ببینید حقیقت طلبی، خب من به نظرم میاد که در ما آدمیان مشترکه، ولی حقیقت طلبی رو معطوف به چه مجهولاتی بکنیم این که فرق در ما آدمیان میکنیم. مثلا یک کسی هست که مطلقا برایش مهم نیست که تو کهکشان ها چه میزنه، مثلا چه اهمیت نه، خود من اصلا برای ما اهمیت نه، نه که اخباری میگن که اونم یک ستاره جدید کشف شده و اینو میشنم ولی مهم نیست. خب اینا یه حقیقت طلبی در من هست ولی معطوف به یه چیزای دیگه ایه. شما میتونه حقیقت طلبی تو معطوف به یه چیزای دیگه ای بشه. اینا دیگه به ویژگی های شخصیت و منش ما مربوط میشه. انرژی کنید. و خیر، خیر هم در ما آدمیان مشترکه. ولی این که این نیک خواهیمون برای دیگران در چه حوزه هایی متمرکز بشه فرق میکنه. یکی نیک خواهیش برای دیگران یعنی متمرکز میشه که دیگران رو از لحاظ فرهنگی تا میتونه پشتشون بده. یک کمی نیکخواهیش در اینه که دیگران رو از لحاظ اقتصادی رشد بده. یک کمی نیکخواهیش در اینه که دیگران رو به لحاظ روانشناختی بهشون مشورت بده و رشدشون بده. همه نیکخواهی ها، ولی خب نیکخواهی معطوف به مسائل فرهنگی با نیکخواهی معطوف به مسائل سیاسی و نیکخواهی معطوف به مسائل اقتصادی فرق میکنه. یه آدم هست میگه، حالا به زبانم که نیره ولی به نظرش من تنها تکنیک هایی که من نسبت به ایرانیان میتونم داشته باشم اینه که با ظلم و ستم رژیم سیاسی حاکم بر جامعهشون بجنگن. خب اینم نیشگاه ما 75 میلیون ایرانیه ولی از راه حوزه سیاست. یک کسی فکر میکنه نه، نیکخواهی به مردم اینه که کارآفرینی کنن. حالا من این لغت از شما جوانه یاد گرفتم، تا قبلان چندی قبلان نمیفهمدم یعنی چی. میرم کارآفرینی میکنم، درسته؟ بعد مثلا یک کارگاهی کارخونه، حالا تفسیر میکنم شاید میفهمید که درست فهمیدم نه، یک کارگاهی کارخونه درست میکنم، 100 تا کارگر توش استخدام میکنم، همین دیگه. بعد اینم نیکخواهی من نسبت به شما. یکم هستم اون که نیکخواهیش مثلا تو مسائل فرهنگی قرازم اینه که این نظام ارزشی باید تنظیم بشه. این نکته اول که خیلی مهم. نکته دوم اینه که این افراد باید ارزش داوری های دیگران رو برای خودشون به تمام معنا کلم یکن میکنه، چون جامعه خاصیتش خاصیت جذب مرکز، نه دفع از مرکز. جامعه خاصیتش همگرایی طلبی، نه واگرایی طلبی. و آدم های اینجوری واگرایی طلبی اجتماعی پیدا میکنن، توجه میکنید؟ و جامعه میخواد به سر عقلشون بیاره، برشون گردونه.
جامعه به زبان حال میگه، به زبان حال ها میگه دست از سرت بر نمیدار تا مثل بقیه همون بشی. اون وقت این از دست از سر تو بر نمیدارن تا مثل بقیه همون بشی، به تعبیر نیچه تا مدیوکریت بشیم، یعنی میان مایه بشیم، مثل بقیه بشیم. ما روز اول واقعا مثل بقیه نیستیم. شما دقت بکنید، من همیشه از این مثال استفاده می‌کنم. شما میرید هندوانه می‌خرید، خیار هم می‌خرید، موز هم می‌خرید، پرتقال هم می‌خرید، سیب هم می‌خرید، میاریم در رو اوپن آشپز کنند. خیار فقط بوی خیار، هندوانه فقط بوی هندوانه، موز هم فقط بوی موز، سیب هم بوی سیب، پرتقال هم بوی سیب، فقط بوی خودشون. بعد میذارش توی یخچال. بر فردا شب، پس فردا شب که مهمانی دارین میارید بیرون، میبینید هر کدامشون یه مجموعی از پنج تا بو رو میدن. یعنی خیار، بوی خیاری به علاوه بوی هندوانه، به علاوه بوی پرتقالی، به علاوه بوی موزی، به علاوه بوی سیبی میده. یه ذره بوی خیالیش یه ذره میچرده، همین یه ذره. هندوانه هم بوی هر پنج تا میده، موز هم بوی هر پنج تا میده. این میان مانگی. روز اول که رو اوپن بودن تفرد داشتن. خیار میگو من خیارم، اینم بود. پرتقال هم همینو میگو، موز هم همینو میگو، سیب هم همینو میگو، هندوان هم همینو میگو. اما الان هر کدامشون یه مقدار زیادی از بوی خودشو از دست داده، داده به دیگران، یه مقدار زیادی هم از بوی دیگران رو گرفته. حالا هر کدامشون بوی همه رو نه. جامعه تا اینجوری نشید بس از سر رو برده. جامعه زبان حالش اینه که باید مثل بقیه همون بشی. درد میکنیم؟ یعنی ما هممون مسابقه داریم میدیم با هم. خب تو هم بیوتی مسابقه، چه بیماری داری، چه مریضی داری. اگر خیلی به ما رحم بکنه میگه این بیمار، وگرنه میگن یه عنصر خطرناکیه، این اصلا یه جور دیگه، نه فقط دگر اندیشه، اصلا دگر زیست این آدم. خب برای اینکه به این میان مایگی آدم دوچار نشه و بوی همین چیو نده، من بوی خودم رو میخوام بدم، باید به ارزش داوری های دیگران بیبها بشیم. معمولا مقاومت جامعه برای تفرد از دو راه صورت میگیره، یکی از راه قانون صورت میگیره، یکی از راه افکار عمومی. جامعه با قانون، وضع قوانین و با افکار عمومی چیکار میکنه؟ میاد و میگه تو باید، یعنی مثلا مثال بزنم، فرض کنید که آقای یا خانم بخواد ازدواج نکنه، فرض میکنیم اعظم الله منها بخواد ازدواج نکنه، یه وقت قصد قانون قد بی حیاست که اصلا میاد ارضا میکنه که آقا هر پسر یا دختری اگر به سن 30 سالگی رسیده باشه باید ازدواج کرده باشه و الا استخدامش نمیشه کرد. فلان فلان مثل مثلا خدمت سربازی چیکارش کرد، چجوریش کردن برای پسران. خب ممکنه یه قانون اینقدر بی حیا باشه که بیاد و جای پسر و دخترم ازدواج هم بگه شرط استخدام، شرط خرید و فروش خونه، شرط خرید و فروش اتومبیل اینا اینه که اگه به سن 30 سال رسیده باشی دیگه حتما ازدواج کرده باشی. خب اینجا در واقع تو داره مثل خودش میکنه جامعه از اون قانون. یه وقت هم هست مثل الان قانون الزام نمیکنه، توجه میکنید؟ ولی من میخوام برم مثلا سر سفره عقد مثلا دوستم با خانمش بشینم، میگن آقا شما چون پسر ترشیده ای یا دختر ترشیده ای یوم نداره، لطفا حالا بایستید این عقدشون رو بخونن بعد بریم. اینم مقاومته، اما مقاومت قانونی دیگه نیست، مقاومت افکار عمومیه که آقا پسر ترشیده یا دختر ترشیده اینا نرن سر جلسه عقد مرد و زن بشینن، این بعد یوم نه، اینا رابطهشون به هم بد میشه و خلاصه. توجه میکنید؟ مقاومت. یا مثلا فرض کنید شما 20 تا خانم، مثلا خانمی در نظر بگیرید با 20 تا خانم رفیق بودن، همش هم خونه هم میرفتن میومدن فلان بحث، حالا 19 تاشون دارن ازدواج میکنن، این یه خانم ازدواج نکرد، از فرداش هم میبینید دیگه به تلفناش جواب نمیدن اینا. چرا؟ میگن ببینید این خانم اگه بیاد خونه ما، این شوهر من ممکنه عرض کنم که عطف توجهش به این بشه و بالاخره کاند خانواده گرمیش به ولرمی میانده. اون وقت دیگه رفقاتون برای که کاند خانوادهشون ولرم نشه دیگه دعوت از تو نمی کنن، دیگه بالاخره ما این شوهری داریم و خب بالاخره نو که اومد به بازار ممکنه کهنه بشه دلازار. و اینه که میبینید یه روز تولدتون نمیان، روز تولد خودشون هم دعوتتون نمی کنن.
مهمونی هم نه، امسال عید هم میخوام بیام خونه شو، میگن حالا یه چند روز دیگه صبر کن تلفن میکنیم بهت بگیم. این مقاومت افکار عمومی دیگه، افکار عمومی داره در مقابل یه زنی که میخواست ازدواج کنه مقاومت میکنه. حالا از این راه نشون میده خودشون. بعد میگن چی؟ یاده بارم وقت اصطلاحش کنه. خلاصه میترسه خلاصه که شوهرش رو قر بزنی، بر بزنی هم چی؟ من اصطلاحش بارد نیستم. خوابشو بدوزی. اینا مقاومت افکار عمومی. بنابراین کار دومی که این تیپ افراد باید بکنن واقعا اینه که ارزش‌یابی‌های اجتماعی باید براشون بی‌ارزش بشه. وگرنه آدم نمیده. هر که روداری کرد، ما عرض کنم که اصفهانی هم میگیم هر که روداری کرد خونه داری نکرد. اگه بخواید دل دیگر رو به دست بیارید خونه وضعش خراب میشه. باید ارزش‌یابی‌های دیگران براتون بی‌ارزش بشه. بزرگان جهان هیچ وقت ارزش یابی دار بها نمیدونن. وظیفه اخلاقیشون نسبت به بنی نوع خودشون انجام میدادن، این وظیفه اخلاقیشون. ولی که میگفتن ما این، ما وظیفه اخلاقیمون انجام میدیم نسبت به هم نوعان خودمون، ولی دیگه این که هم نوعان ما چی تلقی میکنن از این که ما اینجوری کار میکنیم، اینجوری باشون داد و ستد داریم و اینجوری زندگی میکنیم، هر تلقی میکن بکنیم. ببینید آقا، شما اگر یه وقتی تصمیم گرفته باشید که به تمام معنا متواضع باشید، ببینید چی میشه؟ یکیش اینه که میگن خیلی آدم، حالا تعابیر زشتش به کار من، میگن خیلی آدم چاپلوسی. حالا تصمیم نگرفتید چاپلوس باشید، واقعا تصمیم گرفتید چی؟ متواضع باشید. اما میگن چاپلوسی. میگن آقا خفت طلبه. چقدر یادم خفت همه، اصلا غلام خانزاده یاده. توجه بکنید، شما حضرت عیسی اگر الان در میان من و شما زندگی میکرد، اکثر ما گفتید آقا این قدم خفت طلبی. توجه بکنید، بابا پای حواریون خودشون میشوست و خوش میکرد، حتی اگر چیزی به دست نمیابرد با موهای بلند خودش پاشون رو خوش میکرد. خب ما الان عیسی بیاد جنی ما ظاهر بشه هم چی کاری بکنه؟ اما اون کاری نداره به این. اون میگه من یه چیزی در درونم هست که منو دعوت میکنه به این که من باید متواضع باشم. حالا شما هر تلقی از تواضع من دارید، ارزش‌یابی مثبت من یا کاری میخواد بکنی بکنی به من ربطی نداره. من میخوام تواضع خودم رو داشته باشم. و شما خودتون میدونید تو ایران مثلا، تو ایران بعد از انقلاب که واقعا از این لحاظ فاجعه است. من بارها اینو گفتم، اگه استاد دانشگاهی 10 تا فضیلت داشته که به تمام معنا فضیلت، ولی قبلا تکبر داشته، حالا با مجاهده با نفس و از این حرفا تواضع هم پیدا کرده باشه، به جای این که نه فقط همکار دانشگاهیش، حتی دانشجویانش، به جای این که بگن این استاد ما قبلا 10 تا تواضع، 10 تا فضیلت اخلاقی داشت، حالا یکی هم به نام تواضع اضافه شده، شده 11 تا، تواضع باعث میشه اون 10 تا رو انکار میکنه. میگه اگه چیزی بارش بود که این قجبه شاگرد ها بلند و خم و راست نمیشه. توجه میگه یعنی اگه تو یه استاد متواضعی شدی، میگه حتما معلومات نداره. استادانی که معلومات دارن اساقورت داده میشینن، جدو دانشجو هم بلند نمیشن، نگاهشون هم رو کاغذه، بعدم یه جواب سربالا میدن. میدن این که اینقدر متواضع میشه حتما چیزی بارش نیست، به جایی که میگن بابا این 10 تا فضیلت داشت، یه فضیلت هم اضافه کرد. خب اون هست تو از کجا فهمیدون؟ عرض کنم که اون وقت این هم امکار میکنن و من اینو دیده. اما حتی دانشجویان اگه یه استادی پشت دفترش بزنه فقط روزهای یک شنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر، یعنی خیلی معلومه این گفتیم دانشگاه هاروارد دست بده زده با دانشجو، من فقط روزای یک شنبه در اتاقم بازه 1 تا 2 بعد. اما یه استادی بزنه که هم اصلا دانشگاه هاروارد هم اومده باشه، بزنه که آقا در هر ساعت من در خدمتم، من از صبح روز شنبه تا بعد از اون چهارشنبه در خدمتم، میگن اینو میگن دانشگاه هاروارد دست بده، ولی یکی از این دانشگاه گلابی آمریکا بود. توجه میکنید؟ هیچ
به جایی که بگم بابا این علاوه بر سواد یه فضیلت هم اضافه داره به نام تواضع. این تواضع باعث میشه اون 10 تا فضیلتت مورد این کار قرار میگیره و این چیزیست که وجود داره. خب این وقتی باعث میشه کم کم شما تواضع رو التفات میشید، بخواهید که به ارزشگاوری های دیگران بها میدید. اگه بخواید این گوهر تواضع رو حفظ بکنید، باید به ارزشگاوری های دیگران بها ندید. بگم خب باره یکی از این دانشگاه گلابیا آمریکایی درست بوده، میگن دانشگاه هاروارد، مثل که یه رفته دیداری از دانشگاه هاروارد میشه، وگرنه آدم که میتونه دانشگاه هاروارد تحصیل کرده باشه بعد یه جلو دانشجو بلند بشه راست بشه. یک استادی از اساتید بسیار بسیار معروف ایران، ایشون یه وقتی من گفت که آقای ملکیان ما خیلی از دست ما اساتید خیلی از دست شما گله داریم، شما دانشجو رو یه کاری کردید که نمیفهمد دانشجو، دانشجو باید بفهمه دانشجو و ما استاد، شما نمیذارید نفهمه، توجه میکنید. و دانشجو علاوه بر این، یعنی حد شما بفهمه دانشجو، علاوه بر این دانشجو انتظار داره همه ما مثل شما بشیم. خب شما دارید اشتباه میکنید، متنبی اشتباه شما در پیش بگیرید، شما باید بیه روش درست. استاد خیلی معروفی، همه تونم میشناسید. و گفت دست از این حرفا بردارید، شما میخواییم ما رو لکنار کنیم، چه کاری آقا؟ دانشجو روش جلوش بلند شدن، دانشجو باید بفهمه دانشجوه و بفهمه استاد استاده. خب این اگه شما اینجور باشید، و من خودم میدیدم که دانشجویان داوری هاشو کنم، من خودم دانشجو بودم خیلی زمانی در یه سنه یلد عرض کنم که اگه تواضع داشته باشه فکر نکنن چیزی بارش نیست. استاد با سواد فاضل اگه بخوای باشه اول باید کیف سانسونت داشته باشه. حالا البته این که از مود افتاده کیف سانسونت چه همه بله من بله دانشجو مثلا میخواد استاد کیف سانسونت داشته باشه. حالا من یکی یک عرض کنم زنبیل دستم میگیرم از این نایلونا یه هفتش کتاب میچپوندم توش میرفتم، خب این میفهمیدم که بالاخره یه دیده دیگه. ولی اگه تو بخوای اونجوری زندگی کنی باید این ارزش ها رو بها ندی. این بچه هم صبحای زود من میرفتم دانشگاه، وقت میگفت که بابا این صبحا که میخوای به دانشگاه این سانسوره تو خیلی زبزاق میکنه. این کتاب توش میکفوندن پلاستیک های خب این پلاستیک خیلی فرق میکنه با اون سانسوره که این سدوار میگیره. بنابراین واقعا این مهمه که آدم به ارزش داوری های دیگران بها نده، وگرنه ارزش داوری دیگران شما رو رها نمی کنه تا بشید میان مایه، بشید هم رنگ جماعت، بشید مثل بقیه. وقتی مثل بقیه شد خیالش راحت میشه. جامعه واگرایی رو نمیتونه پذیره، همیشه همگرایی رو میپذیره، میخواد همین مثل هم بشید. خب وقت شما بخواید مثل هم بشین، خب باید تو همون مسابقاتی بیفتید که اکثر مردم تو مسابقات هست. این هم نکته دوم. حالا ارزش داوری های دیگران بها دادن غیر از واقع داوری های دیگران بها دادن. توجه میکنید یه پزشک اگه به من بگه که آقا شما 10 کیلو وزنتون بیشتر از اندازه است، نباید بگم آقا شما ارزش داوری نباید بکنید. اون داره واقع داوری میکنه. ارزش داوری ها رو اعلام میکنید. اونایی که باب ارزش و تلقی های دیگرانه، وگرنه مسلمه برای یک سنی و برای یه طول قدی یک وزنی رو پزشکی میگه این وزن وزن سالمه، اضافه بر این وزن رو میگه ناسالمه. این واقع داوریه نه ارزش داوری. این هم ویژگی دوم. ویژگی سومی هم که آدم باید داشته باشه اینه که در باب خودش باید واقع گرا. آدم هایی که از خودشون فوق وسط خودشون انتظار دارند، اینا نمیتونن زندگی همراه با رضایت داشته باشن. اعتراف میکنید اینا آدم باید وسط خودشو بدونه، واقع گرا باشه. نباید یه چیزهایی من بر خودم تحمیل کنم که آقا اقتضای این جسم و ذهن و روان، اقتضای این واحد جسمانی روانی که اسمش مصطفی است نیست. اینو دیگه بر خودم تحمیل میکنم،
بر خودم تحمیل میکنم و نمیتونم انجام بدم، نمیتونم انجام بدم، نمیتونم انجام بدم، بعد از مدتی عزت نفسم پیش خودم از بین میره. بدترین اثر تحمیل مالالوطاق بر خود اینه که عزت نفستون از دست میره. میگه اساسا من یادای بیوزهیم، من یادای بدرد نخوریم، اصلا من من خدا من برای چی ساخته؟ به خاطر اینکه یه چیزای فوق طاقتتون بر خودتون تحمیل میکنید. خب یک بار، دو بار، سه بار، ده بار تحمیل میکنید، شکست میخورید، بعد خفت نفس پیدا میکنید. یعنی عزت نفستون، هرچه تکبر اجتماعی بده، عزت نفس فردی خوب نتون کنید. آدم باید عزت نفس داشته باشه، یعنی به خودش به چشم یک انسان دوست داشتنی نگاه بکنه. از چشم خودش اگه آدم بیفته، وقت میگن عزت نفس نداره، این سلف ریسپکت، یعنی آدم از چشم خودش نیفته، برای خودش یه موجود دوست داشتنی ارزشمندی باشه. اما اگه من 10 تا کار مالایوتاق بر خودم تحمیل کردم و هیچونش نتونستم انجام بدم، همونطور که وقتی من بر بچم 10 تا کار مالایوتاق تحمیل میکنم نمیتونم انجام بده، بعد میگم چه بچه بی عرضه‌ای هستی بابا تو، خب به خدا این کارو بکنم، وقت به خودم میگم چه آدم بی عرضه‌ای هستی تو. آدم باید واقع‌گرا نسبت به خودش باشه. بنات میکنید همینطور که رنگ چشمم رو، حالا بگذاریم از اون حرف ساخت، رنگ چشمم رو دیگه باید قبول کنم که اینه، توجه کنم، من رنگ چشمم رو نمیتونم عوض کنم. حالا ساخت میگه آدم اگه اراده کنه رنگ چشمش رو هم میتونه عوض کنه، خب من نمیتونم اینو بپذیرم. شاید منظورش همین چیزی کارهایی بود که الان شما هم میکنید. اما به هر حال رنگ چشمم رو باید بپذیرم که اینه. به همین ترتیب من باید آیکیومو بپذیرم، باید بپذیرم که من فوق آنچه که توان من با خودم تحمیل نکنم که تو باید مثل فلان باشی. مخصوصا این الگوهای بزرگ تاریخ را اگه ما بخوایم به اونا برسیم، ممکنه تکلیف مالایوتاق بخوایم بر خودمون بکنیم. و یک چیز رو هم من بگم که یادم نیست کدوم از عرفای بزرگ گفته، فکر میکنم مایستر کار یادم رفت، و اون این که ببینید آدم قدیسان جهان را، عارفان، فرزانگان را فکر میکنه در درونشون دیگه هیچ هیاهویی نیست، اون وقت میخواد بره به اونجا برسه، ولی همیشه در درونش هیاهو هست، میگه بالاخره ما رو برای این کار معروفه نسته. ما فکر میکنم مایستر کار که از بزرگترین عارفان رو ازش یادم میاد که اینو گفته بود که خیلی رو من اثر گذاشته هم، فکر میکنم مایستر کار که شما از ظاهر آرام قدیسان حکم به باطنشون نکن، و بنابراین فکر نکنید که اونا باطنشون هم به همین درجه از آرامیه. وقت میدید میخواید این به یه آرامی برسید، نمیرسید دیگه. نه، اونا هم شرفشون و قدیس بودنشون به این نیست که در درونشون آرامش مطلق برقراره، فقط به اینه که تا تونستن آرامش رو افزایش دادن، نه بیشتر از. بنابراین واقع گرایی هم باید داشت. اینم فکر میکنم که ویژگی سومی است که باید داشته باشید. و اما ویژگی چهارم هم اینه که سه تا کار که تو زندگیمون باید بکنیم رو تعادلش رو حفظ کنیم. چون آدم وقتی میفته تو خط رضایت، ممکنه این سه تا وظیفه رو بالانسشون از بین ببره. و اینم آخری چیزی که من میگم و تمومش میکنم. عرض کنم که ببینید ما تو زندگیمون سه تا کار باید انجام بدید. یک کار اونیه که فقط برای کسب درآمد میکنه، که ازش تعبیر میکنیم به شغل، حرفه، که انجام میدم برای اینکه از طریقش کسب درآمد کنم. و این کار که ازش تعبیر میکنم به شغل و حرفه، این شرف اخلاقی هم داره. فقط هم اینجور نیست که ضرورت منو وادار کرده باشه، ضرورت بیولوژیک و فیزیولوژیک منو وادار کرده باشه، نه، اصلا شرف اخلاقی داره. چرا؟ چون برای اخلاقی بودن هیچ راهی جز این وجود نداره. به عنوان شرط لازم نکافی، به عنوان شرط لازم الا این که آدم استقلال باشه. آدمی که استقلال نداره این اخلاقی نمیتونه زندگی کنه، باید استقلال داشته باشه. شرط لازم اخلاقی زیستن اینه که آدم روی پای خودش ایستاده باشه. یکی از وجوه استقلال، استقلال مادی و مالی. برای استقلال مالی و مادی باید درآمد داشت، برای درآمد باید شغل حرفه داشت.
خب پس یکی از کارهایی که ما تو زندگی میکنیم اون کاریست که برای کسب معیشت میکنیم، برای درآمد میکنیم. این در واقع کار اولی که من بهش میگم درآمد زایی، که من برای خودم درآمد میزایم. یک کار دوم من بهش میگم علقه پردازی، شماها بهش میگید هابی، و بسیار بسیار چیز مهمی، و اونه که هر کدام از ما به اقتضای شخصیت منشمون وجودمون داره داد میزنه، جیغ میزنه که من فلان و فلان و فلان و فلان و فلان میخوام. اینا هابی های ماست. ببینید شما وقتی که کار ادارتون تمام میشه و تو ماشین نشستید و برگرد خونتون، به زبان خودمون بگم اینجور میگید آخ جون، حالا میرم سراغ اون هابی شماست. حالا این هابی ممکنه شطرنج بازی باشه، ممکنه رمان خوندن باشه، ممکنه کوه نوردی باشه، ممکنه اسب سواری باشه، ممکنه تو پارک قدم زدن باشه، ممکنه موسیقی گوش دادن باشه، سینما رفتن باشه، تئاتر رفتن باشه. توجه میکنید توی مجلس دوستان شرکت کردن، دور منقلی نشستن، از این چیز هر چیزی میتونه باشه. اینا فریادهای وجود ماست که معمولا هم ناشنیده میبینیم متاسفانه در اکثر ما آدم که بعدا میگم چه. بالاخره هر کدام از ما یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا هابی داریم. ببینید وقتی خبر میدن که آقا دولت دو روز وسطش هم تعطیل کرده و یه بار تعطیلات شده پنج روز، اونی که دلتون رو خوش میکنه که خب حال عجب پس پنج روز ما تعطیلیم، اونی که دلتون رو خوش میکنه اون هابی شماست. توجه میکنید مرخصی وقتی میگیری یا مرخصی وقتی بهتون میدن، برای چی دلتون خوشه؟ میگید میریم دنبال اون، دنبال اون چیز که میگیم هابی شماست. و هیچ آدمی نیست تو زندگیش الا اینکه به اقتضای ویژگی های مختلف شخصیت و منش سازش یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا هابی نداشته باشه. اینا اصلا فلسفه وجودی آدم هست. اصلا آدم درآمد رو هم میخواد برای اینکه بعد از اون فراغ بالی که بر اثر درآمد حاصل میکنه بره سراغ این چیزا. من به اینا میگم علقه پردازی. توجه میکنم خب حالا هر کسی چیزی علقه پردازیش چیزی دیدید که فرق میکنه. ما آدمی ها مشترکاتی هم گاهی با رفقا میداریم، گاهی هم نداریم. بالاخره اینا واقعا فریادهای وجودیه، یعنی اینا نداهای خود انگیخته ماست، خود جوشانه ماست دیگه. القا اجتماعی هم نیست. بله اگر یه روزی رفتید کلاس موسیقی برای اینکه کلاس داره، کلاس موسیقی رفتن، اون نه، اون یه بدبخت بیچاره هیچی. ولی یه وقتی نه، یه کسی یه عشق موسیقی داره، خب میره کلاس موسیقی. این هابیه در واقع. میخوام بگم اینا تأکید میکنم هابی باید جنبه فردی داشته باشه. اگه شما گفتید خب آخه کلاس داره که آدم بره کلاس موسیقی، خودش یه وجهی برای آدم داره، یا کلاس داره فلان کتاب آدم بخونه. من همیشه یادم میاد یه دوستی که داشتم دانشگاه بودیم، سال سوم دانشگاه، کلاس دو اتاق دو نفره داشتیم خواب و دانشگاه. من یه رفیقی داشتم که با هم تو اتاق زندگی میکردیم. این صبح وقتی که دفتر دستش رو جمع میکرد، یه انسان موجود تک ساحتی، مال هربرت مارکوزه، انسان یک بعدی، ما تک ساحتی حالا تجربه کرده بود آقای معیدشی داره ده. این امضاش رو کتاباش و میرفت دانشگاه، ولی که همه ببینن انسان تک ساحتی، توجه میکنن نوشته هربرت مارکوزه. اون وقت هر که کتاب هربرت مارکوزه نخونده بود، یعنی انگار سواد نداشت. این روشن فکریش به این باور کنه اصلا می آورد داشت تو اون آخچه. فردا صبح هم بازار من بعید میبینم و تقریبا با زر سقاطه باید میگم اگه ایده شنید اینو از من دفاع نشه، بعید میبینم ایشون کتاب رو خونده بود، یک بار نخونده. اما این یک سالی که ما میرفتیم این انسان تک ساحتی چی بود؟ این رو کتاباش بود. چون وقت مد بود که آدم انسان کتاب هربرت مارکوزه رو باید خونده باشه. خب بعضی حالا یه کتاب دیگه اومده جاش، فرق نمی‌کنه. اگه اینا باشه اینا هابی نیست، اینه که خب بدبختی بیچاره.
چون این از درون من نمیجوشه. اما یه وقت هم این کسی هست واقعا از درونش میجوشه، یه حافظ همیشه تو جیبشه، تو اتوبوس، تو مترو، تو هواپیما وا میکنه حافظ میکنه یا قرآن میخونه. یه کسانی هستن من عرض کنم که دیروز رفتم دیدم خانم آماده بودم پیش پزشکی و اینها، بعد تو مطب به پزشک تو اتاق انتظار یه آقای رو دیدم، این شاید دو ساعت بیشتر نشسته بود اینجا، ایشون داشت قرآن میخوند با یک جدیتی. خب اینم یه هابیه دیگه، از درونش میجوی، نه کسی میشناختیشون رو نمپاس میگیره جستی بگیره، خب علاقه داره هر کسی اینجوری. این هم کار دومی که میکنیم. کار اول و دوم یعنی هم اون درآمدزایی و هم این علقه پردازی، اینا هر دو اگویزم آدم رو ارضا میکن، هر دوشون ارضا اگویزم آدم. یه کار سومی هم داریم که من رو از این کار سوم تعبیر کنم به رایگان بخشی، این آلتروئیزم آدم رو ارضا میکن. راجع میکنیم من بهش میگم رایگان بخشی، حالا تعبیر آشناترش رو بعد میشنیم. این رایگان بخشی ملت میکنیم. کار سوم، ببینید هر آدم دیر یا زود، حالا بعضی آدم ها خیلی زودتر میفهمن، بعضی وقتا ممکنه اواخر عمرشون بفهمن، ولی دیر یا زود هر آدم میفهمه. به این نکته پیوند. متوسط ما آدمیان در فاصله بین 40 تا 50 سالگی به این نکته پی میبریم، ولی آدمیان هم هست از نوجوانیشون به این نکته پی میبرن، آدمیان هم هست دیرتر از 50 سالی. ولی بالاخره هر آدمی دیر یا زود به این نکته پی میبره که هر چه هستی به او داده، بگید خدا، بگید هستی، من کار به لفظش نداره، هستی هر چه به من داده رایگان، هر چه داره رایگان رایگان رایگان. یعنی چه رایگان داده؟ یعنی هیچ نعمتی، حالا من تعبیر نعمت به کار میبرم که تعبیر بیشتر دینیه، شما میتونید به جای نعمت بگید نقاط مثبت، نقاط قوت، نقاط مثبت زندگی، نقاط قوت زندگی. هیچ نعمتی، هیچ نقطه مثبتی، هیچ نکته عرض کنم که قوتی در زندگی شما نیست الا این که به شما رایگان داده شده. رایگان داده شدن دقیقا مرادم رو شخص کنم، یعنی هرگز شما استحقاقش رو نداشتید. هیچ چیزی نیست که به حکم استحقاق ما هستی ما داده کما این که دو تا واقع دیگه اگه بهش توجه کنید، وقتی واقع اول بهتر متوجه میشید، کما این که اونایی هم که اون نعمتهایی که به شما داده شده به اونا داده نشده، اونم مال عدم استحقاق اونها نبود. اینجور نبوده که اگر به من هوشی داده شده به جهت استحقاقم بوده و اگر به کسی اون هوش داده نشده به خاطر عدم استحقاقش بوده. نه من در داشتن هوش مستحق بودم، نه او در نداشتن هوش مستحق بوده، یعنی در داشتن هوش نامستحق بوده. و واقعیت سوم هم این که خود من هم خیلی از نعمت ها ازم دریغ شده، اونا هم به خاطر عدم استحقاق من نیست. ما حاصلش اینه که نعمت هایی که من دارم کاملا به رایگان به من داده شده، یعنی من غیر استحقاقن. یک، کما این که نقمتهایی هم که به من داده شده نقمتها به خاطر عدم استحقاق من نبوده، و کما این که نقمتهایی هم که به دیگران داده شده به خاطر عدم استحقاق اونها نبوده. اصلا به تعبیر مولانا ما نبودیم و تقاضا ما نبود. حالا لااقل اگه ما توی یه جای بودیم، بعد لااقل این آقا یه داد زده بودن که خدایا آیکیو من رو یکمی بیشتر بگی، میگفتیم خب بالاخره به اندازه این داد استحقاق دادم، توی مثلا مصطفی تنبل یه فکم تکون ندادی، یه زبونم نچرخوندی، خب ایشون یه چونه ای زدن یه آیکیو یه زده بیشتر بهشون داده شد، اون آیکیوشون به خاطر استحقاقشون بوده، اگرچه اون آیکیو بالا اینم
با یه گفتن توازنی برقرار نمیشه. اما باید میگم لاغل ایشون زبونشون تکون دادن، تو زبونتون تکون ندادی، اما اینم نبوده. عنایت میکنیم ما هر نعمتی، هر نقطه قوتی و هر نکته مثبتی در زندگیمون هست بدون استحقاق ما داده شده، و هر نقمتی هم که تو زندگیمون هست هست، هر نکته منفی هم که تو زندگیمون هست، هر نقطه ضعفی هم که تو زندگیمون هست، این هم من غیر عدم استحقاق بوده. عدم استحقاق در کار نبوده که بگیم آقا عدم استحقاق داشتی بهت ندادم. این ممکنه به نظر دوستان جبرنگارانه به این دیده، و من الان فرصت ندارم، راستش توانش هم ندارم که بخوام بگم این جبر نیست، ولی به هر حال اینو تو ذهنمون داشته باشی. ما رایگان داریم، همه چی، همه چی به ما داده میشه. شما آی کیو رو کی تقاضا کرده بودید بگید آقا من فرمم اول پر کردم، بعد که شما اواخر پر کردید آی کیو تموم شده بود یکی مسخال بهتون میشه نردم. ما نه فرمامون عقب و جلو پر کردیم، نه درصد تقاضامون فرق میکرد، نه آی کیو، نه قوت حافظه، نه قدرت یادگیری، قدرت یادسپاری، قدرت یادآوری، سرعت انتقال، قدرت تفکر، عمق فهم. جسممون هم که همین جوره، روانمون هم همین جوره. هیچ کدوم از اینا استحقاقی در داشتنهاش نداریم و عدم استحقاقی در نداشتنهاش نداریم. رایگان. خوبه. آدم وقتی به این نکته پی میبره که من فکر میکنم هر چه به این نکته دوستان بیشتر بر خودشون تأمل کنن براشون ارزش منتر خواهد، اون وقت آدم به این حس میرسه که حالا که واقعا هر چه دارم مفتی بهم دادن، خوبه یه میلیاردومش رو مفتی برگردونم به هستی. این رو بهش میگم رایگان بخشی. یک میلیاردوم، یک تریلیاردوم از چیزهایی که هستی توی 60 سال به من مجانن و برایگان و برایگان و برایگان واقعا داده، من یک تریلیاردومش و یک میلیاردومش رو برگردونم به هستی. توجه میکنم؟ یعنی اگر من آیکیو 140 دارم و همکلاسیم آی کیوی 70 داره، خب فاصله یادگیری من با فاصله یادگیری عرض کنم که همکلاسیم از حرفای واحد استادمون فاصله یادگیریمون 100 کیلومتر. من لااقل با رایگان بخشی فاصله و با رفیقم بکنم 90 کیلومتر، بیام یه کمکی به رفیقم بکنم، بگم فلانی که ریاضیات یاد نگرفتی، من حاضرم هفته 3 ساعت مجانا با تو کار کنم تا تو فاصله که با من 100 کیلومتر بشه 99 کیلومتر بشه 90 کیلومتر. راجع میکنی؟ اینش که رایگان بخشی. اینا از وقتی که آدم فهمید هستی همه چی بهش رایگان داده، از وقت یه حالت اپریشیشن، یه حالت قدردانی، یه حالت حق شناسی در آدم پدید میاد که اقتضای اون حالت اینه. شما نگید که آقای رایگان بخشه تو بیش از حد برش تأکید کردی، اینجور هم نیست. و بعد مثلا مثال بزنید، بگید آقا من دوتا برادر رو یا دوتا خواهر رو در نظر میگیرم که اولا برادر و خواهر باشن، هر دو برادر باشن، یا هر دو خواهر، یعنی هر دو مذکر یا هر دو مؤنث باشن. بسیار. بعدم دو قلو در نظرشون میگیرم، بعدم دو قلوی همسان در نظرشون میگیرن، بعد این دو تا برادر که هر دو برادر همان دو از یه پدر و مادرن توی خانواده بود، دو قلو هم بودن، دو قلو همسان هم حتی بودن، نه همسان نبودن، این جایزه نوبل شیمی گرفته، این هم تو خیابون ودیعه است مکانیک اتومبیل ده. وقت بگید خب بفرم، نه بابا یه چیزایی هم او خودش به دست آورده بوده، یه چیزایی هم او خودش از دست داده بوده. ببین همه داده هاشون مساوی، ولی با همه اون یه مکانیک اتومبیل داره، اون نوبل شیمی. بگید پس اینم نیست که همه چیزم رایگان داده باشه. بالاخره این یه خب بعد اینا قبول دارم، اما یه ذره وا کنید بر من، این دوتا برادر چه اینجوری شدن؟ میگن بابا اون برادر مکانیک ماشین، که الان مکانیک ماشین شده، این عشق فوتبال داشت، پشکارم نداشت.
این برادر نه عشق فوتبال، اصلا عشق به هیچ بازی نداشت، پشتکارش هم خیلی بالا. میگم خب این عشق به فوتبال کی به این داد و به این نداد؟ و این پشتکار کی به این داد و به اون نداد؟ کی داد؟ عشق به فوتبال آدم خودش تصمیم میگیره که آقا من تصمیم گرفتم دیگه عشق به فوتبال داشته باشم. تصمیمه؟ من تصمیم گرفتم که پشتکار داشته باشم. اصلا و ابدا اینجوری نیست. این از بچگی عشق به فوتبال داشت. خب تمام نوجوانی و جوانیش رو رفت تو میدان فوتبال، با وقتی زنگ گرفت رفت مکانیک بشه. نه چه میکنی؟ اونم از اول نه فقط عشق به فوتبال نداره، اصلا عشق به بازی نداره. دستش هم به توپ نمیخواد بخوره. پشتکار هم داشت. خب اونم رفت نوبلش میگه. همه چیز واقعا به ما رایگان داده شده. هر چیزی در شما هست رایگان به شما داده شده. وقتی آدم اینو حس میکنه، اون وقت سه تا حالت خوب روانی پیدا میکنه. اولا اوج پیدا میکنه. اوج پیدا میکنه. چون این چیزه که من دارم هیچ کدامش دسترنج من نیست. زحمت خود من، کار و کوشش خود من نیست. مال من نیست. اوج پیدا نمیکنه. نه من هرچی دارم به خاطرش اوج دارم. چرا؟ چون مال من نبوده. رایگان به من دادن. به یکی هم رایگان ندادن. به یکی هم رایگان یه چیز دیگه دادن. اوج پیدا نمیکنه. ویژگی دومی که پیدا میکنم اینه که هرچه شما یه نعمتی رو که بهتون داده شده رایگان مهمتر بدونید، نسبت به کسانی که اون نعمت رو ندارن شفقتتون بیشتر میشه. حالا چه میکنید؟ ببینید من مثال بزنم. شما نه مثال بزنم، از خودم بزنم که دیگه شما که دیگه دروغ بودنشو همه تون بفهمید. شما نه قوت شنواییتون به اندازه منه، نه زیبایی رنگ موی سرت. اینه دیگه. اما ببینید من چون شنوایی رو خیلی مهمتر میدونم از رنگ مو و استایل مو و سبک مو، چون مهمتر میدونم نسبت به آدمایی که شنوایی ندارن بیشتر شفقت دارن یا نسبت به کسانی که موشون به زیبایی من نیست. مسلما نسبت به کسانی که شنوایی ندارن خیلی شفقت هم بیشتر تا نسبت به کسانی که موشون به زیبایی منه. چرا؟ چون من شنوایی رو خیلی مهمتر از زیبایی مو میدونم. هر چه آدم یه نعمتی که بهش داده شده رو مهمتر بدونه نسبت به کسانی که اون نعمت رو فاقدن بیشتر شفقت پیدا میکنه، چون میدونه چه چیز مهمی به اونها داده نشده است من غیر استحقاق، بدون اینکه استحقاق نداشته باشن. توجه میکنید؟ به من بدون استحقاق داده شده، به اونان بدون عدم استحقاق داده نشده. بنابراین نسبت به کسانی که اینو ندارن شفقت پیدا میکنم. اینم ویژگی دوم. پس عجب نسبت به داده هام پیدا نمیکنم. از اون طرف اونایی که داده های من ندارن، این نداشتن اسباب مباهات من نسبت به اونا نمیشه که آها ببین چشمی که من دارم تو نداری، این عرض کنم که هوشی که من دارم تو نداری، بلکه شفقت هم بیشتر میشه. این هم ویژگی دوم. ویژگی سومی هم که در من پدید میان یک نوع سخاء جبلی، یک نوع بخشندگی جبلی در من پدید میان، یعنی بخشندگی که وظیفه خودم نمیدونم، نیاز خودم میدونم. جبلی که میگفتم منظورم اینه، نه اینکه وظیفه خودم بدونم ببخشم، اصلا احساس نیاز میکنم. توجه میکنم از بس شفقت شدیده من احساس نیاز میکنم. دیش که رایگان بخشی. اینم کار سوم. رایگان بخشی، تا الان گفتم رایگان بخشی، عبارتون اخرای اخلاقی زیستن. اخلاقی زیستن فقط یعنی رایگان بخشی. این حتی کنید کنم. و از همین جا من فقط اشاره میکنم. یه تفکیک بسیار بسیار جدی میگذارم بین حقوق و اخلاق. ببینید شما اگر یک انسان حقوقی طبق مرغ قانون جامعه تو زندگی بکن باشی، معناش چیه؟
براتون بهتون میگن شهروند خوب دیگه. شهروند خوب یعنی کسی که تمام کارهاش رو مرد قانون جامعهش. آجوم کنید. سر سوزن تخلف از قوانین جامعه نمی کنه. اینو میگن یک شهروند خوب. حالا یک شهروند خوب اینه. ببینید قانون، حقوق، حقوق وقتی میگم منظورم لاس دا. نه رایتس که جمع رایت رو بنی حق. لا، قانون، قانون، قانون‌گذاری، تشریع. حقوق مبتنیست بر فقط عدالت. هیچ چیز بیشتر. فقط عدالت. یک بنا حقوق بیشتر نداره. و اون بناش عدالت. یعنی قانون، علل قاعده، علل رسم باید مبتنی بر عدالت باشه. همه قوانین باید مصداق‌های مختلف عدالت رو نشون بدن در حوزه‌های مختلف. بند بندشون، فقره به فقرهشون. مبتنی بر عدالت. و عدالت یعنی پاسداری از حق‌ها. عدالت یعنی این که من حق‌ها رو پاس بدارم. حق ایشون رو، حق ایشون رو، حق ایشون رو و حق ایشون رو پاس بدارم. خب بر این اساس اگر من یه شهروند خوب باشم، ببین فقط معناش چیه؟ معناش اینه که سر سوزنی حق ایشون رو نمی کنم، سر سوزنی هم اجازه نمیدم به ایشون که حق منو بخورم. تا اینجا من اخلاقی نشدم. من تا اینجا یک شهروند خوبم. حقوق دارم اینجا. چون سر سوزنی حق ایشون رو نمی کنم به طبق مجد قانون، اجازه نمیدم سر سوزن ایشون حق منو بکنن. تا اینجا نباید فکر بکنم من آدم اخلاقیم. اینجا تا الان آدم حقوقیم. اخلاق از وقتی شروع میشه که سر سوزنی حق ایشون رو نمیخورم، اما یه بخشی از حق خودم رو مجانن به ایشون میدم. این میشه اخلاق. اینه که اخلاق هرگز مبتنی به عدالت نیست. اخلاق همیشه مبتنی به شفقت. و از این نظر دوستان خیلی باید دقت بکنن اخلاق و حقوق دو تا پدیده هست. اینو برای تاکید میکنم که خیلی تالیهای فاصلی داره که ما فکر بکنیم یا اخلاق و حقوق یک چیز هست، این یک تالی، یا اخلاق قابل ارجاع و تحویل به حقوقه، یا حقوق قابل ارجاع و تحویل به اخلاقه، و یا اخلاق ما رو از حقوق بی نیاز میکنه یا حقوق ما رو از اخلاق بی نیاز میکنه. این پنجتا، هر پنجتاش پنجتا توهم هم. اخلاق با حقوق فرقش اینه که اخلاق میگه من حقوق میگه من میخوام حقها پاس داشته بشه، بنابراین تو سر سوزن حق آقا رو نخور، البته اجازه هم نده با آقا سر سوزن حق تو رو بخورم، اما این اخلاق نیست. این فقط من این شرفت بخورم. اخلاق وقتی که من از ایشون چیزی نمیخورم، اما یه بخشی از حق خودم رو برازان به ایشون میبخشم. کل احکام و قواعد اخلاقی را اگه خواستید از احکام و قواعد حقوقی جدا کنید، ببینید تو کدومش رایگان بخشی وجود داره. رایگان بخشی ها اخلاقی هست، اما پاسداران حق اینا حقوق هست. توجه میکنید؟ یعنی لاند نه مورالیتی. بعد رایگان بخشه، مثلا وقتی عفو میکنم شما را، معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما یه سیبی تو گوش من زده، حق من اینه به لحاظ حقوق، به لحاظ لا، به لحاظ تشریع قانون گذاری، حق من اینه که سیبی برگردم به شما، اما من این حقمو چیکار میکنم؟ از صرف نظر میکنم، یعنی من رایگان میبخشم به شما یه بخشی از حق خودم را و عفو میکنم شما را. عفو کردن مصداقی از مصادیق رایگان بخشیه و بنابراین حکم اخلاقیه، حکم دینی ببخشید، حکم حقوقی نیست. این هم رایگان بخشیه. خب حالا این سه تا کار تو زندگی داریم. حالا من میخوام نعرض بکنم، ما کسانی که دنبال اینند که اهل رضایت باشند، خیلی وقت ممکنه شغل و حرفه رو یادشون بیاد. توجه میکنی چه حرفی؟ چرا؟ چون به نظرش میاد که پول در آوردنم ممکنه باز افتادن تو چی باشه؟ تو داستان موفقیت باشه و عدول کردن از رضایت باشه. خیلی وقتا آدم ها ممکنه این توهم داشته باشه و حتی خیلی وقتا آدم ممکنه این توهم داشته باشن که اگه من اهل رضایتم یه مقداری باید چیکار کنم؟ از علق پردازی ها کم کنم. انگار علق پردازی ها نوعی تنبلی کردنه، نوعی کاهلی کردنه، نوعی به خود آوانس دادنه، به خود امتیاز دادنه. من نباید اینجوری باشم.
حکمت عملی یعنی بالانس این ستا رو رعایت کردن. بنابراین نکته چهارم اینه که ما حکمت عملی تو زندگیمون داشته باشیم، یعنی تعادل این ستا رو، تعادل این ستا رو رعایت کردن به این معنی نیست که وقتمو تقسیم بر سه بکنم، یک سوم، یک سوم، یک سوم، نه، ولی تساوی نیستا، به معنی که یک تعادلی باید بین اینا وجود داشته باشه. بنابراین اهل رضایت شدن به این معنی نیست که بگیم آقا ما شغل و حرفه هم نمی کنم، حالا فعلا بابامو یه چیزی پول تو جیبی به ما میده و ما اهل رضایتیم اساسا. ما خیلی اصلا و ابدا اینجوری نیست. ما بالانس این ستا رو باید